سلام، با خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: جان باختن شیرولی وردگ نماینده مردم در مجلس نمایندگان. شیرولی وردگ در انفجار در چاهراه قنبر شهر کابل جان باخت. از اینکه ماین ریموت کنترل بوده، در اثنای کسای انسداد شده توسط پلیس انفجار کرد. کارگری طالبان سامانه بایومتریک نیروهای دولتی افغان. یک فرمانده پلیس میگوید که طالبان کندو سامانه بایومتریک نیروهای دولتی را در دست دارند. ترورگانه امنیتی حدس میزنه که شاید این ماشین بایومتریک باشه یا اون دستگاه بایومتریک باشه که هویت یک آدم را تثبیت میکنه. نگرانی ها از احتمال رد فرمان اصلاح نظام انتخاباتی در شورای ملی. نهادهای ناظر انتخابات زمانگیر شدن بررسی این فرمان را پرسش برانگیز می دانند. شاید آن برگزاری انتخابات به باور ما از نقطه نظر تکنیکی، امنیتی، مالی و سیاسی ناممکن خواهد بود. و گسترش همکاری های هند با قطر. دو کشور هفت توافقنامه همکاری های دو جانبه را به امضا رسانیدند. من فواد امان هستم. دادگاه عالی کشور اعلام کرد که فردا دوشنبه روز اول ماه مبارک رمضان است. در اثر انفجار یک ماین هدایت شونده از راه دور در نزدیکی دروازه خانه شیرولی وردگ در چاهراه قنبر شهر کابل، این نماینده مجلس نمایندگان پیش از رسیدن به شفاخانه جان داد. منابع امنیتی به طلوع نیوز میگویند که در این انفجار دو غیر نظامی دیگر نیز کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های پلیس کابل در محل رویداد میگویند که این ماین از قبل شناسایی شده بود و نیروهای امنیتی برای خنثی‌سازی آن در محل رویداد حضور داشتند. شیرولی وردگ برادر فاروق وردگ وزیر پیشین معارف بود. گفته می شود که آقای وردگ پس از آن در این حمله به شدت زخم برداشت که می خواست به خانه اش برود و یک ماین کنترل از راه دور در یک صندوقچه برق در نزدیک دروازه خانه اش انفجار کرد. شاهدان رویداد می گویند که پس از آن که به سراغ زخمیان آمدند، وضعیت شیرولی وردگ و چند تن دیگر وخیم بود و آنان زخمیان رویداد را به شفاخانه فرستادند. اما منابع میگویند که پیش از رسیدن زخمیان به شفاخانه، این عضو مجلس نمایندگان همراه با دو زخمی دیگر جان دادند. همیج از موترش پایین شد، کدام مهمان بود که اتش مانده نباشی میکرد که انفجار صدا داد. ما که دویدم وکیل صاحب در روی سرک افتیده بود، موتر بالا کردیم، زخمی بود. شش هفت نفر پلیس همیجا به خیال ما آمده بود، وام زخمی شده بودند. داخل دکانم تم پس که برم یک انفجار شد. وقتی که اینجا آمدیم دو سه نفر در انجر بود، زخمی باز خلاص. نیروهای امنیتی در محل رویداد افزایش می‌یابند و راه را برای رفت آمد می‌بندند. نشانه های برخورد تکه های این ماین در بخش های از خانه شیرولی وردگ دیده می شوند. مسئولان پلیس کابل می گویند که بررسی هایشان درباره این رویداد جریان دارند و آنان از جابجایی ماین در این محل اطلاع داشتند. دشمنای وطن یک ماین ریموت کنترل که قبلا در داخل صندوقچه برقی که متصل به دروازه منزل جناب شیرولی وردگ وکیل پلیسی جرگه جای به جای کرده بودند و این شناسایی شده بود ماین و نیروهای پلیس و امنیت ملی به خاطر خنثی‌سازی از این دسته‌ها حضور داشتند و خودش هم در اینجا متاسفانه حضور داشت که از اینکه ماین ریموت کنترل بوده در اثنای کسای انسداد شده توسط پلیس انفجار کرد. شیرولی وردگ فرزند خواجه میرخان در سال 1349 هجری خورشیدی در ولسوالی سیدآباد ولایت وردگ چشم به جهان گشود و مدرک لیسانسش را در رشته زراعت دانشگاه فیصل آباد پاکستان و مدرک ماستریش را در رشته اداره عمومی دانشگاه پرستین فیصل آباد این کشور به دست آورده بود. او با نامزد شدن در انتخابات مجلس نمایندگان توانست از حوزه انتخاباتی کابل نماینده دوره 16 مجلس نمایندگان شود.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی و شماره از احزاب سیاسی از احتمال رد شدن فرمان اصلاحات نظام انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان نگران هستند. این نهادها زمانگیر شدن بررسی این فرمان را از سوی کمیسیون‌های مجلس نمایندگان پرسش برانگیز می‌دانند و بر آغاز بی‌درنگ کار کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید می‌ورزند. در همین حال ریاست جمهوری از شورای ملی می‌خواهد تا هر چه زودتر این فرمان را نهایی سازد. نمایندگان شماره از احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخابات بار دیگر گرد هم آمدند و از بهر نهایی شدن فرمان اصلاحات انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان دادخواهی میکنند. با اینکه بیش از 30 روز از ارسال فرمان ریاست جمهوری به پارلمان میگذرد، اما تا اکنون این فرمان در آجندای عمومی گرفته نشده است و از طرفی دیده میشود که افکار عمومی در پارلمان مخالف تصویب این فرمان است. این نمایندگان احزاب سیاسی و فعالان جامعه مدنی از فراموش شدن اصلاحات انتخاباتی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی نگران هستند. خواست گروه مشترک همی است که هر چی زودتر کمیته گزینش با کار خود آغاز کنه، با اساس چی که فرمانی که وجود داره سرنوشت از او باید معلوم شود. اگر قرار باشه با این روان ادامه بدیم، شاید هم برگزاری انتخابات به باور ما از نقطه نظر تکنیکی، امنیتی، مالی و سیاسی ناممکن خواهد بود. از سوی دیگر معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور به تازگی در نامه‌ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از اراده حکومت افغانستان در برگزاری انتخابات اطمینان داده است. به خاطر تسریع بخشیدن روند آوردن اصلاحات و همچنان برگزاری انتخابات نیازمندی های دیگه که می باشه، به طور مثال قوانینی که فعلا در شورای ملی مانده او به تصویب برسه. بیش از یک ماه از فرستادن فرمان اصلاحات انتخاباتی به شورای ملی میگذرد، اما هنوز هم این فرمان از سوی تمامی کمیسیون های مجلس نمایندگان نهایی نشده است. این در حال است که حکومت به تازگی دو کمیته را گماشته است تا مسائل مالی و امنیتی انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها را بررسی کنند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را برای بحث بیشتر در این مورد اینجا با خود داریم. خیلی خوش آمدین آقای رشید. چرا بررسی فرمان اصلاح سیستم انتخابات در مجلس زمانگیر شده است؟ تشکر. به نام خدا، به عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون. باید بگم که متاسفانه جو حاکم در پارلمان افغانستان باز هم به مثل دفعه گذشته طوری است که مقاومت ها در برابر از اینکه فرمان دوباره رد شود صورت میگیره. در گزارش ما هم به نشر رسید که یعنی بیشتر از یک ماه فرمان در داخل پارلمان است، ولی متاسفانه تصمیم گیری هنوز صورت نگرفته، به خاطر از اینکه وکلا از قبل وقتی که کمیسیون تقسیم میشه غیر اجرایشان به شکل سیستماتیک پیدا میکنه در بعضی کمیسیون ها و از آجندایی که باید سش بحث را بگیره خارج میشه. بنان ما میبینیم که یعنی کمیسیون های متعددی فرمان از قبل رد کردن و این خودش نشانده از این است که در داخل شورا علاقمندی برای آوردن اصلاحات انتخاباتی و همچنان حمایت حکومت برای برگزاری انتخابات ولسوالی و شورای ولسوالی دیده نمیشه و این فضا هم برای حکومت بسیار خوشایند است و هم برای شورای ملی افغانستان. چرا نماینده های مجلس اصلا علاقه به اصلاح نظام انتخاباتی ندارن و در واقع صد واقع میشن در مسیر اصلاح سیستم انتخابات افغانستان؟ آنچه که بیشتر وانمود میشه که وضعیت که فعلا جاری است، حکومت هم ایره به نفع خود میدانه و پارلمان افغانستان هم. حکومت به خاطر ازی که امو تعهد را که برای مردم افغانستان داده بود که باید اصلاحات به وجود بیاید و بالاخره انتخابات برگزار شود، لوی جرگه دعوت شود، یک قسم تا حد امی تاخیر و بالاخره ملامت ساختن یک دیگر و برادران یک دیگر باعث میشه که حکومت تا حد برای خود یک همکار پیدا کنه که ادامه وضعیت هم میخواه و از تعهداتش کم پایگریزی بکنه. ولی در این حال شورای ملی خصوصا ولی جرگه به خاطر از اینکه انتخابات دایر نشه و می وضعیت ادامه پیدا بکنه بدون از اینکه اونها برن به طرف کمپاین ها و برگزاری انتخابات به طرف مردم و دوباره اعتماد مردم به دست بیارن، شاید اعتماد نداشته باشن که دوباره به مجلس میان یا نمیان، بدون همه ادامه وضعیت به نفعشان است و میخوان که ادامه پیدا بکنه. پس بقای خود در کرسی های نماینده های مجلس در ایجاد بنبست سر راه اصلاح نظام انتخاباتی میبینند. دقیقاً هم قسم اونم میشه. فکر نمیکنین که باید با اصلاح مملکت، اصلاح افغانستان بیاندیشن تا به منافع شخصی و فردی خود؟ متاسفانه در بحث اصلاح انتخاباتی ما میبینیم که
این پروسه از قبل ما گفته بودیم که یک نوع گروگانگیری به این صورت میگیره. حکومت منافع خود دنبال میکنه، پارلمان افغانستان منافع خود دنبال میکنه، از کمیسیون انتخاباتی در صدد تامین منافع خودشان است و یک بلا تکلیفی حاکم در مسئله انتخابات دیده میشه که هیچ کسی مسئولیت نمیگیره. امروز رئیس جمهور، رئیس اجرایه، پارلمان افغانستان، کمیسیون انتخاباتی فقط بار ملامتی رو به دیگه خود راجع میسازن. شما شاید سخنگوی معاون سخنگوی رئیس جمهور از پارلمان میخواهید که باید این بحث نهایی بسازه. وقتی که بحث پیش خودشان بود، چرا اونها نهایی نمیساختن؟ فرمان زمانی که صادر میشه قانون حکم میکنه، قانون اساسی، که این از اعتبار حقوقی خود برخوردار است و باید تطبیق شود. اما متاسفانه تا زمانی که به پارلمان فرستاده میشه هیچ نوع اقدامات عملی از طرف نهادهای اجرایی و خصوصا حکومت دیده نمیشه. کمیته گزارش کارش هنوز در بلا تکلیفی به سر میبره و خود امی طبیعت فرمان واضح نیست که چرا صادر شد، چرا عملی نشد و چرا امروز پارلمان دوباره اون رد میکنه. با این حساب در واقع حکومت اصلا اراده برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی را ندارد. آنچه که گفتم میشه که در صحبت‌ها من پیشتر گفتم که حکومت فقط شعار میده و در صحبت‌ها ای را خلاص میسازه، اما از لحاظ عملی ببینن هنوز رئیس جمهور وظیفه میده برای وزارت مالیه، وزارت داخله، که با سر بحث امنیتی انتخابات کار بکنه یا سر مسئله بودجه و انتخابات باید امسال برگزار بکنن. قانون انتخابات چی حکم میکنه؟ 180 روز پیش از برگزاری انتخابات باید تاریخ تعیین شوه، مسئله تقویم انتخاباتی اعلان شوه، لست رایدادگان باید ترتیب شوه. هیچ مسئله از لحاظ عملیاتی روشن نیست و که پلان عملیاتی انتخابات واضح نیست، ترتیب نشده، ما باید بر اساس چی باید تخمین بودجه را بکنیم یا پلان عملیاتی رو چه قسمت ترتیب بکنیم؟ بنان یک نوع آمادگی برای کنفرانس های بین‌المللی که افغانستان در پیش داره، شاید حکومت خواسته باشه که برای این کنفرانس باز هم یک بیانیه مطبوعاتی خوب داشته باشن که حداقل این موضوعات حکومت در پلان خود داره و تطبیق میکنه، ولی از لحاظ عملی متاسفانه که بسیار بعید به نظر میرسه. اما اگر انتخابات مجلس نمایندگان برگزار نگردد، فکر نمیکنین دیگر شورای ملی اصلا مشروعیت نداره؟ شورای ملی مشروعیتش تقریبا سال گذشته از لحاظ قانونی بسیار واضح شد. هر کس اگر میخواد که به نحوی به حساب ماموریت خود مشروعیت ببخشه، فکر میکنم که جای نداره. حکومت افغانستان هم یک نوع توافق زمینی را در قسمت ادامه وضعیت با پارلمان افغانستان داره و طبیعتاً که سر صداهای سیاسی بلند میشه، وضعیت ناهماهنگ در بخش در بحث حکومتداری حاکم میشه، مسئله اعتراضات مدنی شکل میگیره و متاسفانه که حکومت اگر واقعاً به این باورها و ارزش‌ها اعتماد داره و به او پی میبره، شاید بهشون سخت باشه که در آینده او رو ترمیم بکنه. اعتماد روز به روز میره و توانه حکومت در قسمت متاسفانه گذر به صفر میشه. و در جنبندی بحث فقط در یک جمله پاسخ میخوایم از شما داشته باشم، انتخابات برگزار میشود و یا خیر؟ اگر ما به این وضعیت پیش میریم، متاسفانه که ما بسیار خوشبین نیستم. سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان. تشکر از شما. فرمانده پلیس حوزه 808 اسپینزر میگوید که طالبان کندز سامانه بایومتریک نیروهای دولتی را در دست دارند و این بسیار نگران کننده است. جنرال کاموال میگوید که مسافران آزاد شده از چنگ طالبان هم گفتند که طالبان انگشتان تمامیشان را بررسی کردند و پس از شناسایی هدفهایشان را کشتند. در همین حال مقام های امنیتی ولایت کندز از بحر ربوده شدن مسافران پوزش میخواهند و این رویداد را جبران ناپذیر میگویند. طالبان بامداد روز سه‌شنبه با تمامی امکانات دست داشته ایشان بر این جاده ریختند و کم از کم 2 ساعت از میان بیش از 200 مسافر هدفهایشان را برگزیدند. این یکی از بلندپایه‌ترین مقام پلیس شمال شرق کشور طالبان کندز را مجهز با سیستم بایومتریک نیروهای امنیتی می داند. یا گفتن که یا در بین امرای خود دستگاهی داشتن یا کمپیوتری داشت که میگفت که کلکای ما را دو میماند. اکثر مسافرین بایومتریک نمیشناسه. ایره ایتر ارگانه امنیتی حدس میزنه که شاید این ماشین بایومتریک باشه یا اونم دستگاه بایومتریک باشه که هویت یک آدم را تثبیت میکنه. و ای چقدر نگران کننده؟ ای خو در حالتش نگران کننده است. اما باقیان در اینجا چه اتفاقی افتاده بود؟ این فرمانده پلیس محلی که جسدهای مسافران کشته شده را بیرون کشیده است میگوید که فریادهای زنان و کودکان را در آن هنگام هرگز فراموش نخواهد کرد. اینجا زیر جنگل است، لب دریا. در اون جنگل اونجا باز همونجا بیچاره شهید کرده بود، همونجا قتل
و پلیس یا اردو چیزی بودن؟ بوده پلیس بوده بگمان ما سایمان صبا بوده ای کابل و اینه میامده خانهش رخصتی میامده امنا بوده امنا را بیشتر شهید کرده ملکیارم کتش شهید کرده اکسان مکسی پیدن کتش زده نظامیان کم توجهیشان را در نجات مسافران ربوده شده میپذیرند ما از مردم خود خصوصا از مردم چهار ولایت معذرت میخواییم عفو میخواییم بایشان ایره میگیم که ما رو به بزرگواری ببخشن آینده چنین واقعیت تکرار نخواهد شد به خاطر از اینکه اگر ظرف ما نمی بود باید واقع نمی شد این مرد دکاندار هم که در زمان ربوده شدن مسافران آمده بود تا دکانش را باز کند میگوید که از آن رویداد شوکه شده است پایان در قشلاق برده بود موتره را پایین کرده بودن سر سرک برده بودن پایین ها پایان برده بود و اوجه تلاشی میکردن؟ اوجه تلاشی بود سر سرک نبود چهار روز پس از ربودن بیش از 200 مسافر در اینجا اکنون وضعیت کم کم به گونه عادی در آمده و برخی از دکان‌ها باز شده رفت آمد اگرچه عادی شده اما هنوز هم نفس‌ها در سینه‌ها قید هستند و یکی از نگرانی‌های عمده ای است که عملیات برای پاکسازی این بخش‌ها تنها یک روز ادامه یافت و امروز دوباره متوقف شده و یکی از خواست‌های مهمی است که مخالفان مصالح دولت در این بخش‌ها باید به گونه کامل از بین برده شوند تا این راه یک بار دیگر امنیتش تأمین شود. شریف امیری، تلو نیوز، کنداز. شمار از فعالان جامعه مدنی و برخی از باشنده های بدخشان در اعتراض به گسترش ناامنی ها چادر برپا کردند و بست نشستند. آنان میگویند که شهروندان کشور به ویژه بدخشانیان از افزایش ناامنی ها و فعالیت های هراس افغانان به سطوح آمدند و ناگزیر شدند تا آوازهای اعتراضیشان را بلند کنند. چادر نشینان میگویند که پس از این دیگر تحمل فعالیت های هراس افغانان را در ولایت بدخشان ندارند. آنان به گونه جدی از حکومت میخواهند تا قاتلان رویداد اخیر شاهراه کندوز بغلان را باید به جزا اعمالشان برسانند. اینجا شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان است. بدخشانیان در اعتراض به گروگانگیری و تیرباران مسافران در کندز برای دومین بار دست به تظاهرات زدند. اول ما خواستیم که این که بدخشانی‌ها مردم فرهنگی هستند این را تاریخ می‌داند. ما خواستیم فرهنگ به مردم پیشکش بکنیم. ما خواستیم انسانیت با مردم پیشکش کنیم در حالی که حکومتی که انسانیت عالیش نباشد ما بالاتر از این چیزها خواهیم تانیست ما دروازه های حکومت های محلی را خواهیم بست ما جاده ها را خواهیم بست ما بالاتر از این موقعیت ادعا خواهیم کرد هیچ حکومت هیچ نماینده حکومت مرکزی اینجا نمیتواند باقی بماند در صورتی که خواست این همه جوانان با غیرت این همه جوانان آریایی زاده در نظر گرفته نشود تظاهرکنندگان و چادرنشینان از حکومت میخواهند تا 8 مسافری که هنوز هم در گروگان طالبان هستند باید آنان را رها بکنند این حادثه فجیع در روز صورت گرفته روز است و در همگی مردم شاهد هستند نیروهای امنیتی و پست های امنیتی نزدیک بوده چرا مردم صدا نکرده چرا به داد اینا نرسیدن امروز کسانی که از او حادثه برآمدن جان به سلامت بردن شدیدن ضربه روانی دیدن در همین حال کمیسیون حقوق بشر بدخشان کشته شدن مردمان بیگناه را مخالف آموزه های دین مبین اسلام و نقض حقوق بشری می دانند. این مکلفیت مسئولیت جدی دولت افغانستان است که از جان، مال، ناموس مردم افغانستان به طور جدی و طبق قانون و طبق تعهدات بین المللی که وجود داره باید حمایت و حراست کنه. چون این رویداد در 100 متری و 200 متری یک پوسته امنیتی یا حوزه امنیتی رخ می دهد. رهایی مسافران ربوده شده، بازداشت قاتلان مسافران و تأمین امنیت شهروندان کشور از خواسته های تظاهر کنندگان هستند. فساد اداری کشور را به بحران برده است و میان دولت و ملت فاصله بزرگ ایجاد کرده است. دفتر نماینده ویژه رئیس جمهور میگوید که فساد اداری در اداره های دولتی قراردادها و کمک های جهانی رکود اقتصادی به بار آورده است. در همین حال معاون لوی سارنوالی میگوید که به علت ناامنی ها و ناتوانایی پلیس در بازداشت فساد پیشگان شمار بزرگ از فساد پیشگان از پنجه قانون فرار میکنند. زوجی که مراسم ازدواجشان را در یک پارک تفریحی در شهر مزار شریف برگزار کردند میگویند که این کار را از بهر به وجود آوردن لبخند بر لبان کودکان انجام دادند این زوج پس از عقد نکاح برای کودکان در یک پارک تفریحی جشن عروسی برگزار کردند
عروس و داماد دست همدیگر را گرفته و با دنیای از عشق و محبت مراسم عروسیشان را در میان این کودکان جشن گرفتند. مختار وفایی روزنامه‌نگار و نیلوفر لنگر استاد دانشگاه دو جوانی هستند که پیوند زندگی مشترکشان را با این کودکان در یک پارک تفریحی در مزار شریف جشن گرفتند. می گویند رسم و رواج‌های اجتماعی موانعی بر سر راه اقدام آنان بود و خانواده‌هایشان راضی به برگزاری این گونه جشن نبودند، اما این زوج جوان خانواده‌هایشان را متقاعد ساختند. تلاش کردیم که خانواده‌ها را قناعت بدیم که ما جشن عروسی ما را در بین یک جمع از قشر محروم جامعه سپری بکنیم و ما ترجیح دادیم که این جشن با کودک ها سپری بکنیم. در مجموع فکر میکنم بیشتر از یک لگ افغانی هزینه ازدواج و شیرینی خوری ما که تا امروز رسیدیم شده. این زوج جوان در حال جشن عروسی ایشان را به گونه متفاوت در یک پارک تفریحی برگزار کردند که مصارف گزاف عروسی یکی از مشکل عمده مردم در کشور است. باشندگان بلخ میگویند به گونه معمول مصارف عروسی بین 300 هزار تا 800 هزار افغانی می باشد که شماری از جوانان ناگزیر هستند برای تهیه مصارف عروسی به بیرون از کشور بروند. هند و قطر 7 توافقنامه همکاری های دو جانبه را در بخش های گوناگون به امضا رسانیدند. نخست وزیر هند که به قطر رفته است امضای این توافقنامه ها را بر گسترش همکاری میان دو کشور اثر گذار می داند. بر بنیاد این توافقنامه ها قطر در پروژه های زیربنایی هند سرمایه گذاری خواهد کرد. نخست وزیر هند پس از سفرش به افغانستان به قطر رفت. نارندرا مودی پس از امضای چندین توافقنامه در بخش‌های گوناگون از بازرگانان قطری می‌خواهد تا در پروژه‌های بزرگ هند سرمایه گذاری کنند، زیرا این یک کشور خوب برای سرمایه گذاران خارجی به شمار می رود. بر بنیاد این توافقنامه ها سرمایه گذاران قطری در پروژه های بزرگ حکومت هند به شمول پروژه شهرک هوشمند، پروژه های راه های مترو و پروژه مدیریت زباله های هند سرمایه گذاری خواهند کرد. قطر بزرگترین تمویل کننده گاز برای حکومت هند به شمار می رود. از همین رو هند در تلاش است تا میان هر دو کشور روابط بازرگانی بیشتر گسترده گردد. قرار است نخست وزیر هند پس از سفرش از قطر از بر گسترش همکاری های اقتصادی، انرژی و امنیتی وارد سوئیس، ایالات متحده آمریکا و مکزیکو گردد. ادامه خبرها را در طول نیوز دنبال کنید. سپاسگزارم از توجهتان. از طول شمار از رانندگان و دکانداران در مرز تورخم در اعتراض به بسته شدن دروازه تورخم امروز دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان می گویند که مرز تورخم تا اکنون بر رسمیت شناخته نشده است و پاکستان حق ندارد که این دروازه مرزی را ببندد. آنان هشدار می دهند که اگر حکومت پاکستان در این باره بازنگری نکند با واکنش های تند شهروندان افغانستان روبرو خواهند شد. اینجا نزدیک دروازه تورخم است. شهروندان کشور در اینجا در اعتراض به بسته شدن دروازه تورخم برای کسانی که پاسپورت ندارند دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان میگویند که مرز تورخم تا کنون از سوی حکومت ها و شهروندان هر دو کشور به رسمیت شناخته نشده است و حکومت پاکستان حق بستن این دروازه را ندارد. من د ډیورن په کار خبانه پاسپورت نه منو من لره او بر افغانان یو د یو بل سره نشو جوړا کېده من پاسپورت په هیڅ رقم نه منو کمنګ تذکره غواړي کمنګ نشراخه دي کار غواړي زمنګ خزی د پاسپورت او تذکره دفتر نه لیدل نه ورولو. در همین حال شهرداری تورخم از نهادهای مسئول میخواد که در این باره توجه بکند. مون دا نه غواړو چې اسلام آباد دغه لار د همیشته پاره بنده کړي او یا شناختي کارډ باندې رفت آمد به توی شروع کنیم. تظاهر کنندگان به پاکستان هشدار می دهند که اگر حکومت پاکستان این دروازه را باز نکند با واکنش شهروندان افغانستان روبرو خواهند شد. این تظاهرات در حال صورت می گیرد که حکومت پاکستان هفته پیش دروازه تورخم را برای شهروندان که ویزای پاکستان را ندارند بسته کرده است.
رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت هرات به باشندگان این ولایت گفته است که هرات را به یک ولایت نمونه در کشور مبدل خواهد کرد. رئیس جمهور غنی میگوید که میدان هوای هرات به زودی به یک میدان بزرگ انتقال کالاها به بیرون از کشور مبدل خواهد شد و ولسوالی شینتند تا دو هفته دیگر به چند ولسوالی تقسیم می شود. همچنان رئیس جمهور غنی از بهر تلاش های نیروهای امنیتی در بند سلما به همه افسران امنیتی این بند یک رتبه تفریح داده است. رئیس جمهور غنی روز جمعه به هدف گشایش بند سلما وارد هرات شد و دو روز را در این ولایت سپری کرد. رئیس جمهور در سومین سفرش به هرات با گروه های گوناگونی از هراتیان دیدارهای داشت و به نمایندگان این ولایت وعده های بسیار درباره عملی شدن برنامه های بزرگ توسعه‌ای داده است. رئیس جمهور غنی در دیدارش با اعضای شورای ولایتی این ولایت از تصمیم های جدی حکومت در کار مبارزه با هراس افکنی سخن می گوید و می افزاید که پاسخ مرگ را مرگ خواهد داد. هر جایی که مخالفین گرفتن ما امر عملیات خاص دادیم کور میکنیم. امید است در اراده ما در قسمت مخالفین کدام شک و شبه نباشه. هدیه مرگشان پس برشان میدیم. مردم افغانستان کس کم نبینن. کس امروز یک انتخاب است. هر کسی که افغان است با سازی را قبول کنه. پیشرفت قبول کنه، هر کسی که مخالف مردم افغانستان قرار میگیره باقیگری را قبول کنه. اما مهمترین وعده های رئیس جمهور به هراتیان، جاده هرات چشت به زودی ساخته خواهد شد و 42 میلیون یورو برای ساخت میدان هوایی هرات امسال به مصرف خواهد رسید. پس از این جزای آدم ربایان اعدام خواهد بود و برای عدالت اجتماعی به ویژه در ولسوالی ها پس از این تلاش جدی خواهد شد. اما تو که در بین ولایات تبعیض نمیخوایم، در بین ولسوالی های ولایت عدالت باید به صورت اساسی رعایت شود و دستور العمل است که همه جای چون ثبات غیر از اون نمید. در دو هفته آینده تقسیم ولسوالی های شیندن در نهایی می سازیم و 5 میلیون دلار امیال دورانی سب دارن، چیزی دیگه توجه میکنیم بر فارسی هم بر ادرس کنم اینا که اما عرض میسته که پروژه فعلی به تطبیق شد. نقطه اول ایست که تطبیق شد. در همین حال والی هرات میگوید که رئیس جمهور غنی در سفرش به ولسوالی چشت هرات دستور داده است که خط آهنی که قرار است تا میدان هوایی هرات کشیده شود باید به سوی معدنهای سنگ مرمر ولسوالی چشت هدایت شود و مرکز بزرگ پروسس سنگ مرمر در این ولسوالی ساخته شود. همچنان رئیس جمهور غنی به وزارت تجارت دستور داده است که به هر میزانی که صاحبان صنایع خواسته باشند زمین در اختیارشان گذاشته شود. سرک حلقوی که به بادغیس وصل میشه بسیار تحت فوکس آمد، این موضوع تحت فوکس آمد. یعنی در مجموع پروژه های زیربنایی در بحث های عمیق سرش شد که ما مطمئن هستم تاثیرات بسیار عمیقی را در آینده نزدیک و آینده دور برای هرات خواهد داشت که به مردم هرات تبریک میگم. رئیس جمهور غنی عصر روز شنبه به بند سلما رفت و از بهر تلاش های نیروهای امنیتی این بند به هر یک از افسران امنیتی بند سلما یک رتبه ویژه نظامی داد. اما شماره هم با نقد سفر رئیس جمهور به هرات میگویند که در این سفر تنها به مردم وعده های داده شده است و شک و تردیدهای درباره عملی شدن این وعده ها وجود دارند. همین ایسه نماینده مردم کنم دستاور خاصی ندیدم، فقط ملاقات با جامعه مدنی داشتن، بزرگا شورای علما و شورای ولتی کدام دستاور دیگی افتتاح یا پیشنهادی برای مردم که جدید باشه من ایسه نماینده مردم شاید متوجه نشده. در همین حال رئیس جمهور در این سفرش به هراتیان گفته است که قرارداد کارساخت بند پاشتون در نزدیکی شهر هرات را به دلیل وجود فساد در آن لغو کرده است و به زودی این بند به یک شرکت دیگر واگذار خواهد شد. شمار از آگاهان مسائل سیاسی و اعضای مجلس نمایندگان پنهانکاری های کمیسیون های حقیقتیاب به ویژه کمیسیون حقیقتیاب کندوز را نادرست می دانند. آنان می گویند که دیده می شود کمیسیون حقیقتیاب کندوز بسیاری از حقایق را درباره علل سقوط کندوز به دست طالبان از مردم پنهان کردند. این نمایندگان از اعضای کمیسیون حقیقتیاب کندوز می خواهند که هرچی زودتر حقایق را با مردم در میان گذارند. 6.5 ماه از سپردن گزارش کمیسیون حقیقتیاب کندوز بر ریاست جمهوری می‌گذرد. اکنون روشن شده است که اعضای این کمیسیون برخی از حقایق را درباره مقصر بودن برخی از مقام‌ها در سقوط کندوز از مردم پنهان کردند.
این پنهانکاری حکومت و کمیسیون حقیقت‌یاب کندز پس از آن برملا شد که سخنگوی مشاور شورای امنیت ملی در فیسبوکش نوشت که یکی از علتهای سقوط کندز زورمندان محلی بودند. پس از آن امرالله رئیس پیشین امنیت ملی تواب غرزنگ سخنگوی این نهاد را یک مأمور مشاور شورای امنیت خطاب کرد و نوشت که گفته آقای غرزنگ که عطا محمد نور والی بلخ را عامل بی‌ثباتی کندز خوانده است بی بنیاد است. آقای صالح به این کارمند شورای امنیت هشدار داد که اگر متن خیش را اصلاح نکند او مجبور خواهد شد که با عدول از فیصله قبلی که باید گزارش سری بماند همه گزارش 200 صفحه‌ای کمیسیون حقیقت‌یاب را با نوارهای صوتی آن پخش کند. اکنون شماری از نمایندگان مجلس حکومت و آقای صالح را که یکی از رئیسان کمیسیون حقیقت‌یاب کندز بود از بهر این پنهانکاری به سختی انتقاد می‌کنند. مشکل داره که اطلاعات نمیخواه بیرون داده شوه و هم به یک نحوی حیات حقیقتیاب مشکل داره که ای توافق انجام داده، یعنی رضایت داده بر پنهان ماندن این گزارش. بهتر بود که خلاصه این گزارش و بخش واقعیش فکت ها با مشخصات افرادی که در این قضیه دخیل و مقصر بودن اینا نشر بشه. کمیسیون حقیقت‌یاب کندز وظیفه داشت که 3 هفته علت‌های سقوط کندز را دریابد. اعضای این کمیسیون اعلام کردند که هیچ شخص و یا نهادی در تصمیم گیری های آنان دخالت نداشته است و حقایق را رک و راست به مردم گفتند. اما آخرین نوشته آقای صالح این گفته ها را رد می کند و نشان می دهد که اعضای کمیسیون توافق کرده بودند که برخی از مسائل را فاش نسازند. در حالی که این مسئولیت و رسالت ازیا بود که آنچه را که در سفرشان از کندز یافته بودن یافته هایشان را با مردم افغانستان به خصوص با مردم داغ دیده و رنج کشیده مردم کندز با شریک می ساختن، کسایی که عاملین و مسببین قضیه هستند، عامل فاجعه شدند، عامل وحشت دهشت بالاخره سبب سقوط کندز شدند بعد این مشخص می شد. مردم انتظار دارند تا هر مقام دولتی یا غیر دولتی یا قماندان محلی یا هر کس دیگه باشه اگر در او حادثه و تراژدی دست داشته باید نامش گرفته شود و این انتظار مردم هست. کمیسیون حقیقت‌یاب کندز مشکلات در دفتر رئیس جمهور و پیچیدگی‌ها ابهامات در شورای امنیت ملی را انتقاد کرده بود. کمیسیون در یک گزارش 200 صفحه‌ای پیشنهادهایی را هم به حکومت داشت. اعضای مجلس سنا هند را از بحر کمک‌هایش به افغانستان به ویژه از بحر ساختن بند سلما نزدیکترین دوست افغانستان می‌دانند. شمار از اعضای این مجلس می‌گویند که کشورهایی که به دنبال ویرانی افغانستان هستند باید از این کار دست بردارند و با افغانستان دست دوستی بدهند. سناتوران در نشست روز یکشنبهشان از کمک‌های هند به افغانستان با ویژه ساختن بند سلما ستایش کردند. یوزلی یوبل تاریخی کارنامه دل تپری خود او د افغانستان خلکو ته یو عظیمه تحفه په لاس کې ورکړه. د دوی نه مشکور او ممنون یو. خدا کنه که ما چنین پروژه های ملی و عامل منفعه را داشته باشیم که هر وقت بتانیم که از یا مردم عزیزمان استفاده درست بکنن. د هندوستان، د ولس نه، د پکتیکا، د خلکو په نمایندګۍ تشکر کوم چې د سلما بند افتتاح وشوه. این سناتوران از کشورهایی که در ویرانی کشور نقش داشتند میخواهند که دست از ویرانگری بردارند و مانند هند دوستی افغانستان باشند. هندوستان را جدیدی افغانستان که پروژه افتاکوی که پارلمان ده که بندر ده شای بحار ده او که دور تحصیلات تا الکان دیجی او دور ولی و غط پروژه او ده سلما بند افتاکوی او ده خلقو زلون تا اروپا رو باندې محبت او اخلاص او صمیمیت فضا برابروي. بند سلما را یک هندو آباد کرد، امیدوار است مسلمان او را تخریب نکنه. پاکستانیان زموږ سره د دې پر ځای زموږ پروژه د دوی نه غواړو زموږ انسانان را وژني. یوازې په هلمند کې تاسې اورئ چې په یوه میاشت کې په شپږ ورځو کې په سلګونو پولیس په شهادت ورسېدل. هند در 15 سال اخیر با کمک بیش از 2 میلیارد دلار پنجمین کمک کننده بزرگ به افغانستان بوده است. بند سلما، جاده زرنگ دلارام و ساختمان شورای ملی از بزرگترین پروژه های این کشور در افغانستان هستند.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که در 15 سال پسین توجه به محیط زیست از اولویت های حکومت ها در کشور نبوده است. آقای عبدالله که در روز جهانی محیط زیست سخن میگفت از وزارت معارف میخواهد که پدیده محیط زیست را در برنامه های آموزشی جا دهد. عبدالله میگوید که توجه به محیط زیست از حکومت محیط زیست گذشته از حکومت از وظایف شهروندان کشور است. روز جهانی محیط زیست امسال با شعار جهانی به سوی طبیعت برای زندگی مبارزه در برابر تجارت غیرقانونی حیات وحش تجلیل گردید. عبدالله رئیس اجرایی میگوید که 14 جنگ در کنار صدمه های بزرگ اقتصادی، مهاجرت ها، تلفات مالی و جانی و محیط زیست در کشور نیز آسیب های فراوان رسانیده است. مهم است که در برنامه های درسی معارف برای محیط زیست توجه شود. رئیس اجرایی محیط زیست را یک سرمایه اجتماعی میگوید و انتقاد میکند که نه تنها در نگهداری محیط زیست دستاورد مشترکی وجود نداشته است، بل در حق زیبایی های کشور نیز جفاهای بزرگ شده است. در این جهت هر کدام باید که در خانه خود، در خانواده خود و در محیط و اجتماع خود نمونه از مسئولیت پذیری در این راستا باشه. رئیس عمومی اداره ملی نگهداری از محیط زیست، تجارت و قاچاق حیات وحش را به بیرون از مرزهای کشور یک نگرانی بزرگ می‌داند. متاسفانه نه تنها که به دنیا بلکه به افغانستان، بلخصوص به افغانستان که هم حیات وحش قاچاق میشه و هم فروش به فروش میرسه به خارج مرزهای کشور. در حاشیه این نشست نمایشگاه نیز برگزار شده است که زیبایی های کشور و آلوده کننده های محیط زیست را به نمایش می گذارد. امسال روز جهانی محیط زیست بسیار یک خبر خوش بود برای ملت افغانستان. افتتاح بند سلمان یک اقدام بسیار نیک و عملی دولت افغانستان بود که یک اقدام بسیار بجاست به خاطر محیط زیست و موضوعات تغییر اقلیم. رئیس اجرایی حکومت از خانواده ها می خواهد که در پاک نگه داشتن محیط زیست توجه کنند و فرزندانشان را در این زمینه آموزش بدهند. جنگجویان طالب در ولایت بغلان با گردآوری آش را از کشاورزان بخش بزرگ از مصارف جنگیشان را به دست می آورند. شمار از کشاورزان می گویند که طالبان در هر 10 سیر گندم یک سیر را با عنوان آش می گیرند. در همین حال اعضای شورای ولایتی بغلان می گویند که طالبان از تمامی روستاهای زیر ادارهشان از مردم آش گردآوری می کنند. خاموشی نبرد در بغلان این روزها کمتر به سود حکومت می باشد. طالبان بیشتر در روستاهای زیر ادارهشان در این ولایت مصروف گردآوری آشر می باشند. شماره از کشاورزان بغلان می گویند که از هر 10 سیر گندم یک سیر را به نام آشر برای طالبان می دهند و در بدل آن سند رسید آشر را دریافت می کنند. پرزه می ده برشان. که دیگه کس نگوید که شما یا ندادین یا دما بیتی اونجا خوب هر کس برای خود منطقه داره برای خود می گیره. یکی به دیگر نمیده که تو بیادر منطقی از رو بگی منطقی از رو بگی نه هر کس منطقی خود خودش میگیره. طالبان طولی عمل ده خلق دی خلق طالبان طولی زیاد طولی دو باجی و نیمه باجی. این کشاورزان از حکومت میخواهند تا به مشکل آنان رسیدگی بکنند. اوش رو اصلی اک خدا پاک است نه؟ بار کس کی بیت بیت د خانه نه د و سرک پاشای چلانده مش خو ی کور گچ د داسې رکسر داسې رکسر او خاص و اکه خدای پاکس اکه خدای پاکه مرد می خورد نه مزه. طالبان تا هنوز در بیشتر روستاهایی که تحت اداره شان می باشد از مردم آشور گردآوری کردند و این روند هنوز هم ادامه دارد. شار برای فعلا سرک قید دست دولت است، دیگه خو اطراف ها در مجموع کلش پیش طالب هست، اما اطراف های در ساحات دندغوری و بغلان مرکزی یک تعدادش هست، دیگه دومو و اطراف بیازو در شار خو نه گندم کشت میشه و نه شالی، هر چیزی که کشت میشه در اطراف هست و اطراف هم در دست از واس و اوش شخره میگیر. در حال حاضر در حدود 100 روستا در ولایت بغلان در اداره طالبان است که همه ساله طالبان با
با گردآوری آشر از روستانشینان بخش بزرگی از مصارف جنگیشان را به دست می آورند. در یک درگیری میان مهاجمان انتحاری و نیروهای امنیتی در ولایت لوگر 7 تن کشته شدند و 25 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های محلی لوگر میگویند که این درگیری امروز در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر پس از آن آغاز شد که 3 مهاجم داخل ساختمان دادگاه سیناف لوگر شدند و نبرد را با نیروهای امنیتی آغاز کردند. پلیس لوگر میگوید که این درگیری پس از 2 ساعت با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. محمد اکرم نجات رئیس دادگاه سیناف لوگر که به تازگی به این مقام گماشته شده بود، مشمول کشته شدگان این رویداد است. اینجا سارنوالی سیناف ولایت لوگر است. این ساختمان پیش از چاشت روز یکشنبه گواه مراسم معرفی محمد اکرم نجات رئیس تازه سارنوالی سیناف لوگر بود. 3 مهاجم میخواهند که داخل این ساختمان شوند. 2 مهاجم از سوی نیروهای امنیتی شناسایی میشوند و از پاد در میآیند، اما یک تن دیگرشان موفق می شود که خودش را به داخل ساختمان برساند. 21 نفر زخمی داریم. در بین از اینا 6 نفر پلیس است. 5 شهید از کارمندای محاکم است و 2 تن از مراجعین است. تا زمانی که نفوذ سیاسی در استخدام افراد نظامی و امنیتی وجود داشته باشد، هماهنگی بسیار مشکل است و یک اداره امنیتی مؤثر، مسلکی، متعهد به نظام، نه به فرد، ایرا به بسیار مشکل ایجاد خواهد شد. والی لوگر میگوید که بیشتر قربانیان این رویداد غیر نظامیان هستند که برای پیدا کردن لقمه‌نانی از خانه هایشان بیرون شده بودند. ناکامی رهبران حکومت وحدت ملی در عملی کردن توافقنامه سیاسی بحران را در کشور افزایش یافته داده است. اعضای رهبری جبهه ملی نوین افغانستان با ابراز این مطلب از کندکاری رئیس جمهور و رئیس اجرایه در آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی، برگزاری لوی اجرایه تعدیل قانون اساسی و توزیع شناسنامه‌های برقی سخت انتقاد می‌کنند و هر دو رهبر حکومت را در حکومتداری ناکام می‌دانند. اعضای رهبری این جبهه کارنامه های رهبران حکومت وحدت ملی را در عمل ساختن توافقنامه سیاسی، تامین امنیت، بهبود اقتصاد و رسیدگی به مشکلات شهروندان کشور انتقاد می کند. این حکومت بحران‌زاست. بحران اصلاحات انتخاباتی، بحران به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی، بحران عدم دایر کردن لوی جرگه و بحران عدم توزیع تذکیره برقی محصول ناتوانی و عدم تصمیم گیری همین حکومت است. این گروه سیاسی برای بیرون رفت از اوضاع کنونی راه حل را نیز به رهبران حکومت وحدت ملی پیشنهاد می کند. جبهه ملی بر همه سیاسیون صدا می کند که در همکاری با هم بر حکومت فشار بیاوریم تا حکومت مشکلات مردم و مشکلات نظام را حل کند و اگر مشکلات را حل کرده نمی توانند از قدرت استعفا دهد و زمینه را برای انتخابات تازه و رهبری جدید آماده کند. یک گفتمان بزرگان افغانستان حکومت روشن بسازه موضوع و موقف خودش. اگر ماندار است، حمایت بزرگان افغانستان را حاصل کند. کسایی که در کابل هستند، علما هستند، گروه‌های مختلف اینجا حضور دارند، حمایت از اینا را حاصل کند و در گفتمان با طالب مشکل افغانستان حل شود. اینطور شده نمیتونه که ما طالب یکسره ذریعه مرمی هدف بگیریم و نابودش بکنیم. در این حال یک منبع حکومتی به تلویزیون میگوید که آقای احدی به علت راه نیافتن به کابینه هموار از رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد میکند. اما پاسخ ریاست جمهوری در این باره چیست؟ از زمان آغاز کار حکومت وحدت ملی تا به حال تلاشایی که از جانب افغانستان صورت گرفته به خاطر آوردن اصلاحاتی را که در بخش نظام انتخاباتی افغانستان ما به حیث یک حکومت برای مردم تعهد کرده بودیم، یکی دوم از این اصلاحاتی را که مردم افغانستان خواسته بودن از ما که تغییر دادن نظام، آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان است و آوردن او تغییرات است تا مردم افغانستان با خاطر آرام و آرامش خاطر بتانن و پای صندوق های رای برن.
حکومت وحدت ملی پس از توافق رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله ایجاد شد. در حالی که آوردن اصلاحات در نظام انتخابات، برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی تا 2 سال و توزیع شناسنامه های برقی از بخش های مهم توافقنامه ایجاد این حکومت بودند، اما اکنون که بیش از 1.5 سال از ایجاد این حکومت میگذرد، این کارها هیچ کدام عملی نشدند. طالبان در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند به غیر نظامیان اجازه نمیدهند تا از میدانهای نبرد به جاهای دیگر پناه ببرند. شمار از باشندگان ولسوالی نادعلی هلمند میگویند که طالبان اجازه بیرون شدن از روستاهایی را که در آنها نبرد جریان دارد نمیدهند. آنان از مقامهای امنیتی میخواهند که هرچی زودتر طالبان را در این روستاها نابود سازند، اما مقامهای محلی هلمند میگویند که آنان میکوشند که به این مشکل روستانشینان رسیدگی کنند. اینجا روستای ناقل‌آباد ولسوالی نادعلی در ولایت هلمند است. از یک هفته بدین سو این روستا خط نخست نبرد میان نظامیان و عراس افغانان است. باشندگان این روستا ادعا دارند که طالبان اجازه بیرون شدن از این روستا را به آنان نمی دهند. آنان ما در 5 روزی که پسرای که مسیر پاته و تردلی و بیا پرون لاخوا چا در ماجر سیره لده پسرای که پراته و غوره استلی ده پنی خبر نوی غور شده پراته و که چرا سی اخبال شهر رو باسی حکومت کار نده دری بار سی اخبال شهر رو باسی خوشا سر اگر ودار این خوشا تا دیش جنگ دیش ده باخ دیش مر کشتون و شان طول پر نیمال بانی پاته دیش نخبال کار کولیس و نکس کولیس و کار رکس با اتولی سا برای ما شام پر ساجه که سار پر اتکان روشتان دارس بس طول کلی سپاکی اخوات واسی مخت کمت مر اخبال کورات برس. اما ولسوال نادلی میگوید که نظامیان کشور میکوشند تا به این موزل روستا نشینان رسیدگی کنند. زمان در ولایت تو بعضی دیر ولسوالوی که همچه که بریدون سویدی، حمله سویدی او دوی هم جوابون رو کردی او اولوس ندی پکش خوش سوی. نو در امنیتی زباکونو در پاره نمره شب اولوس ساته نده. اول شرکم دو دوی داگه ده چه اولوس مساتی. در این حال نظامیانی که در اینجا مصروف نبرد هستند میگویند که آنان میکوشند تا در نبردهایشان به غیر نظامیان آسیب نرسانند. وضعیت این ولسوالی بسیار اضطراری بود. دشمن بسیار ضربه قائم زدیم، دشمن بسیار تلفات سنگین داده، بسیار مشت کوبنده دادن دشمن زدیم ما. دشمن توانایی به هیچ وجه توانایی مقابله با ما نداره. روستانشینان ولسوالی نادلی که از بدرازا کشیدن نبرد به ستو آمدند، از نظامیان کشور میخواهند تا به زودی طالبان را از این ولسوالی نابود بکنند تا به زندگی روزمرهشان رسیدگی کنند. روسیه میخواهد یک جا با ایالات متحده امریکا در برابر حراس افغانی جهانی پیکار کند. یک مقام بلندپایه نظامی روسیه میگوید که واشنگتن و مسکو برای پایان دادن به بحران سوریه میتوانستند به گونه مشترک تلاش کنند، اما امریکا به پیشنهادهای روسیه در این زمینه پاسخ نداد. اسوی هم این مقام روس هشدار میدهد که جابجایی سپر دفاعی موشکی امریکا در کره جنوبی پیامدهای ناگوار خواهد داشت. پس از آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی اخیر کره شمالی، واشنگتن و سئول گفتگوها را درباره به کار انداختن یک سپر دفاع موشکی ایالات متحده در کره جنوبی آغاز کردند. این کار روسیه را سخت نگران ساخته است. در حال حاضر ما با پاسخ سخت به فعالیت‌های پونگیانگ مخالف هستیم. این کار که از برنامه‌های کره شمالی همچون بهانه‌ای برای دگرگون ساختن توازن نظامی و سیاسی در منطقه کار گرفته شود، پذیرفتنی نیست. این مقام نظامی روسیه میگوید که واشنگتن به پیشنهادهای مسکو برای پیکار مشترک با حراس افغانی جهانی پاسخ نگفته است. در زمینه پیکار مشترک با حراس افغانی در بخش‌های دیگر جهان طرحی وجود دارد. بخش‌های بسیاری هستند که روسیه و ایالات متحده می‌توانند در آنجاها به گونه مشترک کار کنند، اما با این پیشنهادهای همکاری ما پاسخی داده نشده است. این در حال است که ایالات متحده آمریکا و ائتلاف زیر رهبری این کشور به گونه جدا از روسیه در سوریه و عراق به حمله‌های هوایی دست می‌زنند. با این هم دو کشور گفتند تلاش خواهند کرد که عملیات‌هایشان در سوریه و عراق با هم سازگار باشند. تیم توسعه برد کرکت کشور در 4 و آخرین دیدار یک روزه‌اش در برابر تیم کرکت حبیب بانک پاکستان به برتری رسید. تیم های کرکت حبیب بانک پاکستان و توسعه برد کرکت کشور 4 دیدار یک روزه و 2 دیدار 4 روزه
در کابل برگزار کردند و سرانجام بازی های یک روزه به گونه مساوی پایان یافت، اما در بازی های چهار روزه افغانستان 1-0 به برتری رسید. تیم های توسعی بورد کرکت کشور و ابی بانک پاکستان در چهارمین و آخرین دیدار یک روزه در برابر هم به میدان رفتند و سرانجام این تیم میزبان بود که به برتری رسید تا در نهایت تیم های افغانستان و پاکستان در بازی های یک روزه مساوی شدند. بازی را ابی بانک پاکستان آغاز کرد و در 40 و با از دست دادن 9 بازیکن 228 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد. تیم توسعه‌ای برد کرکت کشور با از دست دادن 9 بازیکن هدف داده شده ابی بانک پاکستان را برآورده ساخت و برنده میدان شد. دوارو تیمونو ته مبارکی وایم. یو سیریز دی افغانستان تیم وګټلو او بل سیریز برابر شو، تاسو ته مبارکی وایم. دوارو تیمونو خېلو می وکړ ډیر زیات مننه. بهترین موقع وا چې د پرفارمنس د وړ نه دوی ملي ټیم ترازینو کرکټونه مننه کوم چې جبل ټیم را دعوت کاو دوی راغله. در پایان این بازی ها افسر زازای از تیم توسعه‌ای برد کرکت کشور با انجام دادن 68 دوش بهترین بازیکن این دیدار لقب گرفت. پروز سیریز کے لیے خیلی خوب ہوئے، البته هم کو سلور زنی لوگوں کے هم کو پندو سلور زنی لوگوں کے. تیم توسعه‌ای برد کرکت کشور و ابی بانک پاکستان 2 دیدار 4 روزه و 4 دیدار 1 روزه را با میزبانی افغانستان در ورشگاه کرکت کابل برگزار کردند که این دو تیم در بازی‌های یک روزه مساوی شدند و اما در بازی‌های چهار روزه تیم توسعه‌ای برد کرکت کشور 1-0 برنده شد. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. شبتان خوش. خداوند نگهدارتان.